سلام و صد درود رفقا، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز میخوام بهتون بهترین و خفن‌ترین شیدر قابل نصب روی ماینکرافت پی ای رو معرفی بکنم و راه حل نصبش هم بهتون آموزش بدم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم خوشحال میشم سابسکرایب رو بکوبید، زنگوله کنارش هم فشار بدید، لایک ویدیو رو فراموش نکنید و کامنت انگلیسی هم حتما بذارید تا لایک و سابتون نپره. و اینکه بدون معطلی برو بریم سراغ ویدیو. رفقا همین اول کار بهتون بگم که چمنای این شیدر فوق العاده است، یعنی جای دیگه نمیتونید همچین چمنی پیدا بکنید. فوق العاده کوالیتی بالا و اینکه واقعا میشه گفت چمنی که روی این شیدر کار شده یه چمن بسیار بسیار در واقع روشن هستش که قشنگ میتونه محیط بازی شما رو تغییر بده و همونطور که میبینید الان آف شیدر و وقتی که آنش بکنیم چقدر میشه گفت کوالیتی و روشنایی چمن ها میره بالا و میتونه روی بازی شما تاثیر بذاره. و اینکه در کل میتونم بهتون بگم با استفاده از این شیدر کلا حال و هوای بازیتون عوض میشه. پوینت بعدی این شیدر اینه که اورهای این شیدر در واقع برق میزنه، یه برق خیلی خاصی داره که واقعا میتونه ماین شما و حالا غارهای بازیتون رو فوق العاده جذاب‌تر بکنه. اینکه روی همه اورهای بازی هستش این برق و میشه گفت فوق العاده است. از این پوینت مثبت شیدر که بگذاریم، در واقع محیط نوردهی در واقع تورچ این شیدر فوق العاده است. یعنی الان بذارید من شب بکنم، می‌بینید که پخش نورش رو چقدر زیباتر میکنه. و حالا توی خود ماینکرافت اگر شما شیدر نداشته باشید اون پخش نورش یه جورای شبیه حالا چجورتون بگم پیکسلی میشه و خیلی جالب نیست، اما خب اینجا میبینید که پخش نورش چقدر زیباتر شده و در کل میشه گفت نوردهی بازی فوق العاده بهتر شده. و این که حالا از اینا بگذاریم صبح میکنیم میبینید که آسمون این شیدر چقدر فوق‌العاده است، ابرها کاملا واقعی، خورشید بسیار زیبایی که داره و کلا میشه گفت آسمونش بی‌نقصه دیگه. میبینید که ابرهای معمولی بازی هست شده و ابرهای واقعی توش جنریت میشه که فوق‌العاده است. و همونطور که میبینید الان شبشه، این که واقعا محیط نوردهی بازی توی شب فوق‌العاده است. شما میتونید همه جا رو بدون تورچ و یا بدون لانترن همه جا رو به راحتی ببینید و که تو شب ما در واقع نور بازی به قدر کافی هستش که شما میتونید همه جا رو ببینید. این پوینتش توی غارها هم هستش. و اینکه بوته های بازی خیلی قشنگ تکون میخوره و این پوینت مثبت بعدیش هستش. و بعدش میریم سراغ اینکه درخت ها چجوری هستش. مثلا میبینید که درخت های بازی هم برگاش تکون میخوره که تکون خوردنش خیلی باله، روی همه درخت ها جوابه. درخت های گیلاسش یا حالا هلوه چیه اینا یه خورده محیط نوریش و حالا شفافیت برگاشی خورده بهتر شده. و اینکه دیگه از طبیعتش بگذریم، آب بازی فوق‌العاده است. این هم تو که میبینید یه آب کاملا آبی و جذاب که صاف صافه و در واقع چیز خاصی توش رد و بدل نمیشه. میبینید که حالا آبشارهای بازی چقدر زیباتر شده با این شیدر. زیر آبش فوق‌العاده است. حالا چون من در واقع چاکم رو پایین آوردم مشخص نیست خیلی، اما مثلا میبینید که زیر آبش آبیه و فوق‌العاده جذابتر شده. اینکه خلاصه کلن میتونه منظره های بازیتون رو کلن عوض بکنه این شیدر با استفاده از حالا تغییراتی که توی آبش انجام شده. مثلا این برکر رو میبینید چقدر زیبا شده. حالا اگه مثلا من شیدر نزنم میبینید که خیلی جذابیت خاصی نداره. پوینت بعدیش اینه که گلهاش فوق‌العاده داینامیک شدن و تکون میخورن. در واقع حالا این گلها، این برگ درخت ها، در واقع طبیعت بازی جورای زنده شده، باد توی بازی جریان داره. و میبینید که حتی آیتم ها هم توی دستای من، حالا آیتم هایی که طبیعی هستن مثل گل ها یا حالا
برگ درخت ها کاملا تو دستای من دارن تکون میخورن، خود آیتماش تکون میخورن، وقتی میذارید گل ها میبینید که چقدر زیبا تکون میخورن و میشه گفت بازی شما رو کاملا زنده کرده این شیدر، که پوینت خیلی مثبتی داره، مثلا این که برگای درختاش چقدر زیبا تکون میخوره. و کلا گفتم دیگه یک شیدر بسیار پویا و زنده هستش. حالا گل قرمزشو دارید میبینید که چقدر زیباه، و در کل میشه گفت شیدری هستش که کمتر جایی شما داخل بدراک میتونید همچین شیدری پیدا بکنید، چون که حالا بدراک کلن نسخه بدراک شیدرهاش کمیابن، یعنی شیدر خوب توش کمیابه. و پوینت بعدی این شیدر شیشه‌های خفنشه که میبینید شیشه‌هاش کاملا اون لکه هایی که روی شیشه توی حالت عادی میدیدیم حذف شده و این اپتیفاین جاوا شده. فوق‌العاده شیشه های جذابی داره، همونطور که میبینید همه شیشه ها توی بازی الان شیشه های سفیدش هستش و شیشه های حالا اون شیشه هایی که بلاک نیستن مثل این شیشه ها، اونها همون لکاش هست شده. همونطور که میبینید این شیدر هم روی شیشه ها هم در واقع تأثیر گذاشته که فوق‌العاده میتونه بازی شما رو جذاب‌تر بکنه و حالا مثلا میتونید به عنوان پنجره ازش استفاده کنید. خیلی به خاطر همون لکه ها ازش به عنوان پنجره استفاده نمی‌کردن شیشه رو، و شیدر خفنیه دیگه در کل. خیلی خوب رفقا، این ویدیو هم به پایان رسید. میتونید از لینکی که توی کپشن ویدیو براتون گذاشتم وارد چنل تلگرامیمون بشید و از طریق چنل تلگرامی فایل شیدر رو دانلود کنید. نیاز به کار خاصی نداره، فقط کافی فایلش رو دانلود بکنید و روش کلیک کنید، بعدش میتونید وارد ماینکرافت بشید و از این شیدر لذت ببرید. خوشحال میشم اگر تا الان سابسکرایب نکردید، چنلمو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو رو فشار بدید. کامنت انگلیسی هم فراموش نشه و تا ویدیو بعدی بدرود.